حرم متحر عباسی به مناسبت ایام زیارت اربعین یک مجتمع خدماتی با نام مبارک حضرت ابالفضل فضل عباس علیه السلام در گذرگاه مرزی مهران جهت خدمات رسانی به زائران افتتاح می کند در این زمینه همکارم گزارشی تهیه نموده که با هم می بینی. حرم متحر عباسی برای خدمت رسانی به زائران در گذرگاه مرزی زرباتی مهران در استان واسط مجتمع خدماتی حضرت اول فضل لباس علیه السلام را به مناسبت ایام زیارت اربعین امام حسین علیه السلام افتتاح می کند. این مجتمع برای خدمات رسانی به زائران در گذرگاه مرزی زرباتی مهران در استان واسط به مراحل پایانی بهره برداری رسیده تا آماده پذیرایی از زائرانی که آزم شهر مقدس کربلا هستند باشد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه مصطفى محمد زیاد مهندس ناظر این پروژه در این رابطه گفت این پروژه تحت نظارت حرم متحر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در گذرگاه مرزی زرباتیه برای پذیرایی از زائران و ارائه بهترین خدمات به آنها اجرا شده است. مصطفی محمد زیاد در ادامه گفت این مجتمع شامل سالن‌های متعدد برای پذیرایی از مردان و زنان و برگزاری جلسات و مجهز به امکانات بهداشتی و درمانی و آشپزخانه برای تهیه وعده‌های غذایی است که بین زائران توضیح می شود. مهندس ناظر این پروژه خاطر نشان کرد قرار است امکانات این مجتمع افزایش یابد و از جمله حفر چاه آب در دستور کار این مجتمع به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون زائران قرار دارد. وی همچنین تصریح کرد این پروژه به مراحل پایانی خود رسیده و در روزهای آینده افتتاح خواهد شد و در حال حاضر کار بر روی نما و تجهیز ها به امکانات مورد نیاز از جمله تهویه مطبوع، پنکه و روشنایی و افزودن سایر خدمات کیفی به زایران در حال انجام است. بخش هنری و صنایع دستی حرم متحر عباسی نیز در آماده سازی این مجتمع همکاری داشته و علاوه بر آن آماده ارائه تولیدات خود به زائران می باشد. مهندس امار صلاح معاون اداره مهندسی آستان مقدس حضرت عبل فضل عباس نیز در این رابطه گفت کارکنان این اداره با سازی مجتمع خدماتی حضرت ابالفضل عباس علیه السلام واقع در جده کربلا نجف را نیز با همکاری ادارات مربوطه در حرم متحر عباسی به عنوان بخشی از مقدمات زیارت اربعین حسینی آغاز کردند. صلاح در ادامه اظهار داشت کارکنان این اداره بیش از یک ماه است که به طور مداوم با هدف تکمیل کلیه امور ویژه مربوطه به مجتمع خدماتی حضرت عب فضل عباس علیه السلام و مقاوم سازی آن در حال فعالیت هستند تا در ایام زیارت اربعین آماده بهرهبرداری برای زائرین حسینی باشد.